من نگاه میکنه. اون لحظه ای رسید که من منتظرشم. تو که اصلا برات مهم نیست مهمون کیه؟ من اصلا ببین مهمون امروزمون خیلی مهمه سینا، تو رو خدا اذیتش نکن. آبروریزی نکنم؟ آره آبروریزی نکن. خیلی دوستش دارم. اول اینکه خواننده بسیار خوبیه، دوم اینکه حالا اونو بذاریم کنار، اصلا میگه نمیخونم. یعنی ببین بازیگریش چیه که میگه نمیخونم. بازیگر بسیار موفق در هالیوود. یاسمین ایکر. خوش اومدی. خیلی خوش اومدی. مرسی. به 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 به. چه خبره؟ چه خبره؟ چه خبره؟ مثلا چه خبری می‌خوای؟ خبر خوبه. یه مقداری راجع به نفت و اوپک برام بگو. الان ببین وضعیت چجوری؟ قیمت بالاست، پایینه؟ من از نفت اوپک نمیدونم قیمتش اگر بالاست یا پایینه. از چی خبر داری؟ از این جونم. میکاپ آرتیست ما. من یه لحظه رفتم تو اتاق میکاپ، دیدم کلن از سر به پایین رنگش کرده، از اول داره میکشه. سفیدش کرده بود بعد داشت میکشیم. اینجا چشش بود، اول چشش مثلا اینجا کشید اشتباه در آورد، دوباره برگشت بود. یعنی کلهم از اول کشیدش ولی خوب در آورد. ترسیدی یا خوب ترسیدی یا؟ آره زهره ترک شدم اول. خب اصلا کلا گفتم استودیو اشتباه اومدم رفتم. بهش میگن کانتورینگ. اول سفیدت میکنن، بعد یه مش قهوه‌ای مینویسن رو صورتت این برون. میگن این ابرو این چشه. خب بعدش همه رو بلند میکنن. فهمیدی؟ ولی خوب، ولی خوب کار کرده. قاطی میکنن. قاطی میکنن. ولی خوب کار کرده. آره. خوب کار کرده. خیلی خوب شده. قشنگ شده. بزنیم به تخته. مرسی. ولی ایشون اونی نبود که من دعوت کردم، یکی دیگه بود. الان فرق کرده. نه بابا اصلا میکاپ نداره و حالا علیکم. خب جونم، ما جزمین صدات کنیم، یاسمین صدات کنیم، یاسمین یا یاسمین صدات کنیم، یاسمین صدات کنیم. اسم خیلی قشنگی هم هست و بهتر میاد. سریالات من سریالاشو نگاه میکنم، ولی نه به خاطر اینکه مهمونمون بودی، ولی کلا من نگاه میکنم سریالو و برنامه تو. آره اف بی آی نگاه میکنم. آها مرسی. های اومار، آی ام مونا نزاری. Maggie Bell, Oway's partner. Hi, it's so nice to meet you. I've heard so much about you. I mean, he talks about you all the time. I wouldn't say all the time. Okay, fine. A lot of the time. So what are you doing here? Status meeting with organized crime on that mob case I was telling you about. We've been investigating these guys for years. Maybe one of these days I'll actually get to prosecute them. I have to run. Really nice meeting you. Nice meeting you too. این پخش جهانیش هم فکر میکنم هنوز در جریانه. و بله، چهارشنبه بله. است که چهارشنبه شب ها روی سی بی اس تلویزیون. خب سی بی اس استیشن فکر کنم کل عالم کل عالم که نذارم بچه‌ها یه چیزی باید بگم. یه باید واقعیتو بگم. باید واقعیتو بگم. باید ببخشین منو. من ایران هیچ وقت نرفتم و ندیدم. فارسی صحبت کردنم یه کمی عربیه چون من دبی به دنیا اومدم. ولی نه فارسی خیلی خوب صحبت میکنه. فارسی خیلی خوب صحبت میکنه. خیلی خوب. اشاری که بهتر حرف میزنه. از من که خیلی بهتره. نه واقعا فارسی اذیتت میکنه. تو من بهش گفتم تو رو اذیت نکنه. حالا مجبور منو اذیت کنه. بالاخره من باید یکی اینجا اذیت بکنم برام. نه ولی فارسی فوق العاده خوبه. مرسی. خب بله اف بی آی رو سی بی اس میدونی تا به حال نقشایی که تا حالا بازی کردم یه جورایی تروریست بودی؟ خانم یعنی زن تروریست بودم. یعنی شوهرم تروریست بوده یا مثلا یه کسی خلافکار بوده. حالا منم تو یه ربطی به طرف داشتی. یه ربطی بهشون دارم. خب الان خودت تروریستی الحمدلله. یاسمین داری هی نزدیکتر میشی به جلوی مبل و یه دفعه پرت میشی پایین. خیلی آدم نارومی هستی. آره نمیتونی میتونی یه روب روی این صندلی بشینی تکون نخوری یا نه؟ سعیمو میکنم. خب سعیمو میکنم. خب چون این میای جلوش این از پشت بولا میشه یه دفعه اینجا میخوری زمین دیگه منم تو کار نمیکنم. چند بار داشتم میمونم جلو اصلا داشت میافتاد. متوجه شدم پشتش بلند شد یه لحظه. واقعا بلند شد. کم مونده بود بیفته به خدا. نه من دستم اینجا شما صحبتو من تو میخوای بشین پشتش نگرش تا که این بشینه جلو قشنگ با خیال راحت میذاری حرفش بزنی. بزن بگو بس حرف بزن بگو اصلا حرف شما صحبت نکن بفهم معمولا نقش از نقش نقشای چیز
خانم هایی که واقعا سختی کشیدن یا مثلا خودشون و بچهش سختی کشیدن، بعد از این سختی ها به یه جایی رسیده یا بچه هاشو به یه جایی رسونده یا داره به بچه ها یه چیزی یاد میده، مثلا تو 12 strong داشتم به بچه افغانی ها ادبیات یاد میدادم، بعدش طالبان کشتن منو. یعنی همیشه طالبان کشته به خاطر اینکه داشتی درس میدادی تو فیلم 12 strong. خب صحنه‌ش هم خیلی دراماتیکه، یعنی اشک به چشت میاد. برای خدا از برای خدا کافی باش، کافی برو. الله اکبر. خیلی خوب بازی کرد. It's very sad. نه بازیگر خوبیه، قشنگ معلومه. مرسی. ولی این دفعه تو FBI اولین باره که قاضی میشه، لایر قاضی وکیل. وکیل هستم. قاضی میشه جاج، لایر میشه آره. وکیل خیلی موفق و درس خونده و پولدار که تمام آرزوهای مامان بابا رو همونجا تو فیلم برآورده که فیلمه دارم پیاده میکنم. یعنی توی زندگی واقعی این انجام نمیشه، ولی تو این برنامه داره پیاده میشه. اسمم هست مونا نظری، دوست دختر او ای هستم. او ای که زیکو زکی بازی آره. میکنه. خوب. در واقع زیکو زکی اتفاقا دوست صمیمی منه، برای همین خیلی عالی بود وقتی که این نقش رو گرفتم، چون واقعا خیلی خوش میگذره. دوست پسرته یا دوست نه مثل برادرمه، برای همین بعضی وقتا یکم خنده داره، چون باید بوس و بغل کنیم. خب دوست دخترشم تو این برنامه. ولی اولین بار که این اتفاق افتاد که باید بوس میکردیم، همه چی رو کات کردیم و هممون یکم خوب خندیدیم، چون دایرکتور گفت این دوتا دوستن، خیلی سالها دوست بودن با هم دیگه، براشون چیز عجیبیه، ولی حالا به هر حال بگذاریم یکم بخندیم دیگه، بقیه رو نخندیم. خب که بعدم بعدش نخندیم. خیلی خب خوبه. پس خیلی سخته. خیلی واقعا کار سختی. خب چطور شد تو اصلا رفتی به سمت بازیگری؟ چون خواننده هم بودی میدونم. بله. از کجا شروع کردی؟ هر کدومشو بیشتر دوست داری؟ چرا اصلا خوانندگی رو گذاشتی کنار؟ چقدر سوال کردم. نه نقط سوال رو توی سوال پرسیدم. نه اصلا هیچ مسئله این خیلی نه خوبه، خوب پرسیدی. وقتی که 5 سالم بود، خب من تصمیم گرفتم که حتما باید هنرپیشه بشم و حتما باید شعر بخونم و شاعر بشم و این و اون. و دلیلش این بود چون بابام برامون یه فیلمی گرفته بود، تولدم بود یا نمیدونم تولد کی بود، ولی یه فیلم ترمینیتر 2 گرفته بود. ما رفتیم ترمینیتر 2 دیدیم. 5 سالگی رفتیم اینو دیدیم. 5 سالم بود. اون موقع این نبود این محدودیت سنی. بابای من این محدودیت ها رو رعایت نمی کرد. با هم دیگه WWF تماشا می کردیم و خب شاکی هر چی که بود. خب بعد دیگه تماشا می کردیم. چاکی خیلی زندگی منو اصلا خیلی زندگی چاکی رو هم نشستی تو 5 سالگی نگاه کردی؟ خیلی سیاه شد زندگیم توی این 5-6-7 سالگی. خیلی من اصلا هنوزم نمیتونم نگاه کنم. گوش ندید مخاطبان و بینندگان، خواهش می‌کنم این کارو دو این کارا رو نکنید. حالا این خوب در اومده و نتیجه گرفته، ولی نکنید این کارو نکنید. نمی‌دونیم ممکنه اره برقی الان پشتش باشه. آره الان ممکنه هممون تیکه پاره کنه. خب ترمینیتور 2 دیدیم، بعدش هم وقتی که تموم شد برنامه گفتم بابا این کجاست؟ شما دبی زندگی می‌کردیم. آقا گفت این هالیووده. گفتم این آقای کیه؟ اسمشو گفت. گفتم خب منم میخوام برم هالیوود، من میخوام تو این برنامه باشم، اینم میشه شوهرم. آرنولدو مد نظر داشتی؟ الان که دیگه نه، ولی اون موقع تو 5 سالگی آره. تو 5 سالگی سلیقت آرنولد بود. خب سلیقت همینجا نگه دار، تو همینجا نگه دار. بذار یه سر ما بریم اتاق فرمان، من یه خورده با تو صحبت بکنم، مثل اینکه کار داره به جای باریک میکشه. همراه ما باش. خودش هم برای خودش دست میزنه. خوبه دیگه. دوست داره بچگی دوست داشته بره توی تلویزیون، می‌خواد خودش رو تشویق بکنه. خودش اونجا مثلا میگن اعتماد به نفس چیز خوبیه. آره، خوبه. بذارم به طرف تو هم حقم داری. حق داره. خب یزمین ایکر عزیز. جونم. شما سلیقت آرنولد بود. بود ولی که دیگه تا اونجا نیست. بله. موضوع قشت. الان نمیدونم. الان سلیقت کیه؟ این مهمه.
الان فعلا سلیقه‌ای ندارم به جز همین هنرپیشگی. چون همه چی رو گذاشتم کنار. که بقیه داستان. که فقط هنرپیشگی رو انجام بدم. چون 2009 بود که اولین آلبومم. آلبوم موسیقی؟ آلبوم موسیقی. کی خواننده شدی این وسط؟ همین دیگه نمیگه. 2009 یه دفعه چیزی بالا سر منه نمیگه. چون چششون بالاست. من نگاه نمی‌کنم چون که بله دوست داشتم. ببین همین چیزاش خطرناک و ترسناک دیگه. این کیو آوردین تو رو خدا من بگه. یه روز آخرمه بگین. You are safe. خدا رو شکر. خدا رو شکر. داشتم چی میگفتم اصلا یادم رفت. داشتی روزه بگیم که خواننده شدی میخونی آلبومتو بگو. آره 2009 بود که آلبوم اولیمو تموم کردیم. بعدش سه تا آلبوم تا حالا درست کردم. ایدم این بود که خب اگر کسی میخواد بوئن ارو چی میشه به فارسی؟ تیر کمون. اگر کسی میخواد تیر کمون یه چیزی رو بزنه خب اول باید فوکس کنه همون چیزی که میخواد بزنه بزنه خوب. بعدش برای گفتم اوکی همه چی رو میذارم کنار فوکس همو میذارم هنرپیشگی وقتی که به یه جایی رسیدم I can switch lanes ولی تا به حال میخوام همه فوکسم الان توی هنرپیشگی و هنر بازیگری باشه. خیلی خوبه خیلی خوبه. حالا که برای خوانندگی رو به علاوه با تا سه تا آلبوم ادامه دادی درسته؟ یه چیزی واسه همون بخون ببینیم چجوری صدات با هم دیگه بخونیم. مطمئنی؟ مطمئن. این به نظر من این کار نکن چون ممکنه الان کلا اینجا همه گوششون خون بیاد. من زیاد چرا نه؟ نه من خیلی صدام وحشت نکنه. من شنیدم صدات خیلی خوبه واسه حرف زدن واسه خوندن نه. حالا تو بخون ببینیم چه جوری. حالا چی میخوای بخونیم؟ بخونیم چه میدونم چی بخونیم. لا 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 که امشب شب عشقی همین امشب و داریم برو ادامه بده. نه من لا 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 قرار بود بگم چون تو آهنگ اصلی هم فکر میکنم آهنگ اصلی که هایده عزیز خونده ابی حالا لا 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 یا میگه اگر اشتباه نکنم توی ورژن دوم که مهستی عزیز خدا رحمتش کنه خوندن منصور حالا لا 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 یو میگه. درسته؟ بهترین شعر مهستی اگر گفتی چیه؟ کدوم؟ بنویسیم. خب اون رو بلدی اون. یا بنویسیم بخون. چجوریه؟ بیا بنویسیم روی آب رو درخت رو پره پرنده رو ابرا. خب بخون دیگه این قشنگی دیگه. من فقط بقیه‌شو بلد نیستم دیگه. همین؟ خب چیو بلدی؟ باز شروع شد نارامیاش. هیچی الان لا 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 خون وسط حرفش پریدی حتی وسط آهنگم میپرسی نه نه آخه داشت میگفت با من دیگه گفتم حالا لا 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 دیگه من جلوتر از اون نمیام دیگه تا همونجا رو با تمرین میکنم بقیه شو خودت بود آشانتیون دارم میدم آشانتیون مثلا این آشانتیون اون خب خیلی خوبه خیلی خوبه. چه جوری شد وارد سینما شدی؟ قصهش خیلی عجیبه بگم؟ آره ولی کوتاهش کن. اوکی باشه. خب اول تو کانادا دلم می‌خواست بشم هنرپیشه. رفتم سراغ ایجنسی و یعنی من روانشناسی خوندم. هنرپیشگی نخوندم، تئاتر نرفتم. خب. رفتم این ایجنسی توی دانشگاه هم بودم یعنی هنوز بانک کار میکردم اصلا. خب یادش نمیاد کجا کار میکرده. بانک کار میکردم و دانشگاه داشتم درس میخوندم. رفتم سوی یکی از این ایجنسی ها و رفتم بالا و در زدم و اینا گفتم من تا به حال این کارو نکردم ولی این آرزوی کوچیکیمه ولی الان حاضرم باید اسممو بنویسم چون باید هنرپیشه بشم. آقای خندید به هم گفت تو رو خدا برو سیکیوریتی الان میبرتت بیرون. خب منو انداختن بیرون. دو بار رفتم انداختن منو بیرون. سه بار رفتم انداختن منو بیرون. گفتن اینجا ما اصلا درمون قلفه تو چی جوری داری میای تو این ساختمون؟ گفتم این تنها ساختمونیه که من میشناسم که ایجنسی هست و من تا شما اسم منو ننویسین و منو نفرستین به آدیشن برمیگردم. خب. بلتون نمی کنم.
چهارمین بار اومدم گفتش نگاه کن من میفرستم برای آدیشن، اگر این آدیشن رو نگیری حق نداری پا بذاری توی این ساختمون. خب من گفتم باشه، گرفتمش. بابا دمت گرم حداقل پشت کار رو داشته، میدونسته چی میخواد. درسته که بانک کار میکرده و نمیدونسته در واقع بانک داره کار میکنه و کلی پول اونجا از دست مردم رفته به جرم اختلاس رئیس بانک رو گرفتن، ولی کارش رو انجام داده و حداقل به عنوان بازیگر. حالا آدیشنی که رفته بودی بازی برای چه نقشی بود؟ این آدیشن برای تبلیغات بود. اگه بگم یا نه اصلا گریه داره تبلیغات بگم؟ بگو. میخوای در گوشم اول بگو بعد در گوشه بگو. کاندوم بوده؟ ای بابا برای قرص ضد بارداری چه اشکالی داره؟ نه خیلی خوبه، اصلا هم خوبه که استفاده بکنیم. تو چی رو میبینی اون بالا؟ نمیدونم آخه، یه چیزی اون بالا هی نور بهش داره. اینا دونه دونه بگو سینا جا اینا چی هست؟ اینا چیزای خاصی نیست، ببین چیزی کدوم چش تو گرفته؟ اون یکی بالاییه، اون کره زمینه؟ خیلی خوب، آینه اون تلاست. آه آره، چش تو گرفته، چون اصلا نگاه نمی کنه منو، چون حالا بعدا توی نگاه بکنی همش داره بالا نگاه میکنه، چشش پیش من نیست. خیلی موجود جالبی رو دعوت کردیم به عنوان مهمون این هفته. ورزش چی؟ اهل ورزش هستی؟ خب لس آنجلس زندگی میکنیم و باید ورزش کنیم و از هیکل معلومه عزیزم، و یعنی ورزش تمرکزش میره رو هیکل. ورزش نمی کنم آنچنان، ولی میدونی که نشنال سپورت ما یوگاست، یعنی اگر یوگا انجام ندید. کدوم حرکت یوگا رو میتونی به بهترین فرم انجام بدی؟ همه رو؟ چه بتونم؟ این چه سوال عجیب غریبی. نه دیگه، خب مثلا من میتونم مثلا یه حرکتیش هست که روی دست بلند میشی. من میتونم اونو بلند شد. منم میتونم. لازم من ببینم میتونم. من البته خیلی وقت نکردم این کارا، ولی دارم سعی خودم میکنم. باشه. بذار ببینم. اه با مخ میاد. خیلی خوبه. میتونی این کارو بکنی؟ اینجا تو این لباس نه. ولی واقعا میتونی بکنی؟ ولی واقعا میتونی. شادی تو هم میتونی؟ ابدا. این که مطمئن بود 100% نمیتونست انجام بده. همراه ما باشین، پس ما یه بازی با مهمون معمولا آخر مصاحبه انجام میدیم. باشه، همراه ما باشین. این سینا علاقه داره که ابعاد ششهای مهمانهای ما رو دائم آزمایش کنه. حاضرید بچه ها؟ بریم. 3، 2، 1. آها، خوشم اومد. آفرین. دیدی؟ آشغال جمع کردن این چیزا رو هم داره آقا سینا. کار داره میکنی؟ آفرین، آفرین سرعت رو شما فقط ای بابا. آها، باریکلا یزمین اصلا ای بابا، بهت میگم آشغال جمع کن که یاد بگیری بازی رو سینا. تموم شد. حالا بشماری بابا جون. بابا این چرا من گذاشتم دیگه؟ مال این نبود. بابا این نه. آرش نمیخواد. سینا جان. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 نه درست. ببین تا پس فردا. نه صاف کن. خب ببین الان مثلا 1 قرمز 2 3 4 5 6 7 8 یه دونه. خیلی خوب پیکاپ میکنی آشغالا رو و دمت گرم، دمتون گرم. ولی اولش دیدی چه سرعتی داشت؟ سرعتش عالی بود. حالا یه آهنگ واسه همون بخون، حداقل بردی یه چیزی رو بخون، چون تو بردی باید بخونی. یا آهنگو بگو، یا آهنگو بگو، از گوگوش، هایده، محسی، داریوش، ابی. نمیتونم آخه، هیچ شعر رو از اول تا آخر نمیتونم. حالا همون یه تیکش رو بخون. کمکم میکنی؟ بله. گل سنگم، گل سنگم، چه بگم از دل تنگم، مثل افتاب اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم، همه آهم، همه دردم، مثل توفان پرگردم،
میپیچم دور تو میگردم. خیلی خوب، مرسی. باز دوباره تو بالا رو نگاه کردی. ازت نگاه کن، هر جا تو وای میسی یه چیزی بالای سرت هست. خدا حاله نوره، حاله نور، حاله نور. همراه ما باشید.